سرخط خبرها. توقف موقت تظاهرات در عراق. رهبران اعتراض ها می خواهند به دولت فرصتی دهند تا چاره بیندیشد. پایان مهلت یک ساله بررسی لایحه پالرمو. دولت می گوید وقت ابلاغ فرا رسیده. بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت می گویند سکوت ما به معنای رضا نیست. مقررات تازه آمریکا برای فروش غذا و دارو به ایران. آمریکا از کاهش محدودیت معامله کالاهای انسان دوستانه با ایران خبر داد. و رابطه سرزدن در فوتبال با زوال عقل. سلام به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. جلسه اضطراری پارلمان عراق برای بررسی اعتراض‌های دیروز تشکیل نشد. همزمان کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق که نهادی دولتی است از رسانه‌ها خواسته در پوشش خبری اعتراض‌ها حرفه‌ای عمل کنند. رهبران معترضان ناآرامی‌ها را متوقف کردند تا به دولت فرصت دهند که راه حلی برای راضی کردن آنها پیدا کند. در تظاهرات دیروز در بغداد و شهرهای دیگر عراق دست کم 40 نفر کشته شدند. فرین ناصمی گزارش می‌دهد. خیابان‌های بغداد شنبه یک روز بعد از اعتراض‌های گسترده و مرگبار در این شهر و شهرهای دیگر. نیروهای ضد شورش در خیابان‌ها حاضر هستند. رهبران معترضان گفتند اعتراض‌ها را فعلا متوقف خواهند کرد تا به دولت فرصت دهند راهی برای برآورده کردن درخواست‌هایشان پیدا کنند. نیروهای امنیتی عراق در 4 استان جنوبی مقررات منع عبور و مرور برقرار کردند. استان‌های بصره، واسط، بابل و زیقار. وزارت کشور عراق در بیانیه اعلام کرده از معترضان حمایت می کند و با کسانی که خرابکار می نامید بر طبق قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد کرد. جمعی از معترضان امروز خیابانهای بغداد را از آثار برجامانده از تظاهرات دیروز تمیز کردند. امروز ما داریم کشورمون رو تمیز می کنیم. این کشور ماست، نه کشور دزدا. کشور ماست و ما توش زندگی می کنیم. عده‌ای از جوانان عراقی معترض هم شب را در میدان تحریر صبح کردند. دولت 15 ساله از ما می‌دزده. صدام رفت و 1000 تا صدام در منطقه سبز پنهان شده. ما جوانیم. آینده ما چیه؟ مدرک تحصیلیمون فقط روی دیوار آویزونه. بذارین نشونتون بدم. این مردم عراقن. من فقط همین 10000 دینار رو دارم. یعنی 8 دلار. بیکاری یکی از عمده‌ترین دلایل این اعتراض هاست. کل انسان موجود. هر انسانی در هر کشوری حقوق مشخصی داره. ما ساده‌ترین حق رو هم نداریم. از هر حقی محرومیم. من از دانشگاه عراق فارغ التحصیل شدم در رشته رسانه، اما بیکارم. همه همکلاسیام به جز 2 نفر بیکارن. اونا هم در تلویزیون محلی کار میکنن که احزاب مذهبی اونا رو اداره میکنن. پارلمان عراق امروز جلسه خود را که قرار بود در آن درباره اعتراض‌های یک ماه گذشته صحبت شود لغو کرد. اعلام شده تعداد نمایندگان حاضر به اندازه کافی نبوده. دست کم 40 نفر در اعتراض‌های دیروز در بغداد کشته و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کردند. برخی از معترضان در ناصریه ساختمان‌های دولتی را آتش زدند. در استان مصنع هم دفاتر جنبش حکمت و اصحاب اهل حق به آتش کشیده شد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفته حاضر نیست استعفا کند، اما وعده داده کابینه اش را ترمیم کند. اعتراض ها که حدود 1 ماه پیش آغاز شد به بیکاری، فساد و مشکلات اقتصادی در این کشور نفتخیز است. معترضان خواستار ایجاد شغل های بیشتر، خدمات عمومی بهتر و ریشه‌کن شدن فساد هستند. فرین عاصمی، بی بی سی. همکارم پویا قربانی که این موضوع رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. پویا، بیشتر بهمون بگو که در شبکه‌های اجتماعی عرب زبان به این اعتراض‌ها واکنش‌ها چه بوده؟ واکنش‌ها بسیار گسترده است، به این دلیل که ما خوبه که بدونیم تعداد یوزرهای اکتیو، یعنی کسایی که در توییتر به زبان عربی اکتیو هستن و فعالیت می‌کنن خیلی زیاده. من داشتم آمار رو نگاه می‌کردم،
بین 5 میلیون تا 10 میلیون، چون خود توییتر این آمار رو اعلام نکرده، اما دیدم در دو تا سایت معتبر که به این تعداد اشاره شده. بنابراین ما خوبه که بدونیم وقتی یه خیزش مردمی داریم و یک پتانسیل خیلی زیادی تو شبکه‌های اجتماعی داریم از نظر کمیت تعداد کاربرا، خب بدیهیه که واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو شاهد باشیم. اما وقتی صحبت از تعداد کاربرای فعال میشه، خب این چند دسته‌ای هم که تکثر هم یکی از شاخص‌های شبکه‌های اجتماعی اونجا هم وجود داره. یعنی ما شاهد نظرات بسیار متنوع و گسترده‌ای در مورد تحولات در عراق و لبنان هستیم، کما اینکه در نوع این بیان اعتراض هم شاهدیم. در عراق ما کمتر اون مدلی که در لبنان با دی جی و با رقص و شادی در بعضی مواقع دارن اعتراضشون رو بیان میکنن شاهد هستیم. همین رو اون وقت میایم بازتابش در شبکه‌های اجتماعی هم میبینیم که حالا تو این در حقیقت بازتابی هم داشته به شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان. که این بازتاب در شبکه‌های فارسی زبان چه بوده؟ من تا جایی که داشتم نگاه میکردم، خب خیلی ها یه حالت قبطه دارن میخورن به این وضعیت که به خصوص در لبنان شاهدن. یعنی میگن که خب این مالیات بر واتساپ و دولتشون اعلام کرده و مردم اینجوری در حقیقت ناراضی ها به خیابون اومدن و دارن خواستشون رو فریاد میزنن، ولی مثلا من نقل میکنم یکی نوشته بود که خب پراید از 20 میلیون شد 50 میلیون، هنوز ما خوابیم. این عبارتی بود که استفاده کرده بود. یا خیلی ها براشون جالبه این نوع اعتراضش، همونطور که گفتم مثلا تو خیلی از موارد تو هم با رقص و شادی هست. اینو برای خیلی سوالی که آیا این فرهنگ لبنانیه یا این که اصلا مدل جدید اعتراض. خب ما خوبه که بدونیم توی لبنان این خیلی داره بین جوونا ببخشید به شکل گسترده این انقلاب در حقیقت درخواست انقلاب عنوان میشه. بعد مثلا بعد از اینکه شیخ حسن نصرالله در یک عبارتی گفته بود که مضمونش به فارسی تقریبا میشه اونجوری که من با همکارای عرب زبانم چک کردم که میشه کی حاضر هزینه یک انقلاب رو توی لبنان بده، مثلا کی حاضر این هزینه رو بده. یه جنبشی در حقیقت توی توییتر به وجود اومده بود که کاربر توییتر اعلام میکنه که ما حاضریم هزینه بدیم برای یک انقلاب. حالا جالبه که شیخ حسن نصرالله الان به عنوان یک مثلا میشه گفت ضد انقلاب در لبنان شناخته میشه. متشکرم از تو پویا قربانی. شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کردیم هم در عراق و هم در لبنان. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران از رئیس مجلس خواسته تا با پایان مهلت یک ساله بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را برای اجرا ابلاغ کند. دولت میگوید مطابق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت اگر اعضای این نهاد تا یک سال درباره لایحه تصمیم گیری نکنند نظر مجلس و شورای نگهبان اجرا خواهد شد. در روزهای گذشته خبرهای متناقضی از تصویب لایحه مربوط به FATF منتشر شده، در حالی که برخی از مقام‌های دولت از تایید این لوایح در جلسات سران قوا خبر دادند. قوه قضاییه این موضوع را رد کرده. از علی مزروی نماینده پیشین مجلس ایران پرسیدیم آیا این تلقی درستی است که میگویند به دلیل معطل ماندن طولانی لایحه در مجمع تشخیص مصلحت این لایحه حالا باید برای اجرا ابلاغ بشود؟ من البته از این خبری که شما گفتید به لحاظ حقوقی خیلی دقیق اطلاع ندارم، ولی واقعیت این هست که بیشتر این بحث لایحه پالرمو بیشتر این که یک بحث حقوقی و اقتصادی باشه تبدیل به یک بحث سیاسی و در واقع مناقشه بین جناحایی که در درون حاکمیت هستن تبدیل شده. طبیعی هست که دولت و مجلس که به گونه ای از رأی مردم تشکیل یافتند و خودشون رو پاسخگوی مردم میدونند و میدونند که کاربرد این لایحه در حل مسائل اقتصادی کشور بسیار نقشی تعیین کننده هست، موافق اجرای این قانون هستند، ولی به هر حال شورای نگهبان که این قانون رو تایید نکرده و یک اکثریتی در مجمع تشخیص موافق اجرای این قانون نیستن، به لحاظ نوع نگاه سیاسی که دارم خورده به یک چنین بنبستی که الانه دولت داره تلاش میکنه از این طریق اعلام کنه که ما
این رو به صورت قانون میتونیم ازش استفاده کنیم، به دلیل اینکه یک سال هست که شورای یک سال هست که مجمع تشخیص این قانون رو که بهش ارجاع کرده رسیدگی نکرده. در واقع از قانون سکوت علامت رضاست میخوان استفاده کنند، در حالی که اون افرادی که در مجمع مخالف هستن اونها میگن یه چنین چیزی امکان پذیر نیست. علی مزروی بود، نماینده پیشین مجلس ایران. دولت آمریکا سازوکار تازه‌ای ارائه کرده تا از محدودیت شرکت‌ها و دولت‌ها برای معامله کالاهای انسان دوستانه با ایران زیر سایه تحریم‌های آمریکا کاسته شود. این سازوکار جدید اما با توجه به نبود قوانین مربوط به شفافیت مالی در ایران به نوعی تعریف شده که می‌تواند شرایط معامله دارو و غذا با ایران را اتفاقاً سخت‌تر کند. گزارش شبنم شعبانی رو ببینیم. از زمان برقراری دوباره تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، ایران بارها از اثر آن بر تهیه کالاهای خوراکی و پزشکی گفته. حالا دولت آمریکا سازوکار جدیدی ارائه کرده که خود می‌گوید معامله کالاهای انسان دوستانه با ایران را تسهیل می‌کند. در بیانیه وزارت دارایی آمریکا آمده که در این سازوکار با کمک وزارت خارجه آمریکا از طرف‌های معامله با ایران، چه شرکت‌های خصوصی و چه دولت‌ها خواسته شده روند معامله با ایران را شفاف کنند. تا تحریم‌ها مانعی برای خرید و فروش کالاهای خوراکی و پزشکی نباشد. روی کاغذ این شاید سازوکاری باشد که حقیقتاً به ایران کمک می‌کند مشکل معامله کالاهای بشر دوستانه را زیر سایه تحریم‌ها تا حدود زیادی حل کند. در واقعیت و با توجه به ساختار فعلی گردش پول برای صادرات و واردات، به باور بعضی این روند حتی ممکن است وضعیت را برای ایران بدتر کند. دلیل آن ملزوماتی است که وزارت دارایی آمریکا از طرف‌های معامله با ایران می‌خواهد. به شکل خلاصه دولت آمریکا از شرکت‌ها و دولت‌های طرف معامله با ایران می‌خواهد که اطلاعات هویتی شرکت‌های ایرانی و گردش مالی آنها را درخواست کنند و برای استفاده از این سازوکار جدید به آمریکا ارائه دهند. اتفاقی که بعید است به این سادگی قابل اجرا باشد. به دو دلیل عمده. اول اینکه زیر سایه تحریم‌های آمریکا بسیاری از شرکت‌های ایرانی راه ویژه خود را برای دور زدن این تحریم‌ها پیدا کردند و روشنگری درباره سازوکار مالی برایشان احتمالاً پیامدهای سنگینی دارد. و دوم اینکه نهادهای قانون‌گذار ایران هنوز برای تصویب قوانین مقابله با پولشویی و شفافیت مالی به اجماع نرسیدند و بعید است تا زمانی که قانون روشن در این باره وجود نداشته باشد، در عمل بتوان در چارچوب استاندارد شفافیت مالی حرکت کرد. همین مسئله است که باعث شده تا هم منتقدان دولت دونالد ترامپ و هم موافقان برقراری تحریم‌های آمریکا علیه ایران از احتمال دشوارتر شدن دسترسی ایران به غذا و دارو بگویند. شرایطی که احتمالاً روابط مالی باقی مانده ایران با جهان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد داد و شاید موجب تسریع پیگیری سرنوشت لوایح مربوط با شفافیت مالی در ایران شود. شبنم شعبانی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رهبران معترضان در عراق تظاهرات را متوقف کردند تا به دولت فرصت دهند راهی برای برآورده کردن خواسته هایشان پیدا کنند. مجمع تشخیص مصلحت در واکنش به حرفهای رئیس دفتر روحانی گفته اگر دولت کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است باید لایحه جدیدی ارائه کند. در ادامه این برنامه، رابطه سر زدن در فوتبال با زوال عقل. در ایران مرمت بخش‌های آسیب دیده تخت جمشید آغاز شد. اجرای این پروژه را یک گروه ایتالیایی به نام مرمتکاران بدون مرز بر عهده دارند. آنها قرار است ظرف 6 هفته کاخ شورا و کاخ تچر از مجموعه تخت جمشید را مرمت کنند. به گزارش ایرنا، یک گروه از ایران هم در کار پاکسازی رسوب‌زدایی و بازنگری مرمت‌های قبلی حضور خواهند داشت. مجموعه باستانی تخت جمشید در شمال شیراز مرکز استان فارس قرار دارد. ساعتی پیش مازیار کاظمی، باستانشناس و از مدیران پیشین میراث فرهنگی تخت جمشید، در گفتگو با ما از سابقه حضور ایتالیایی ها در تخت جمشید گفت و اینکه این مرمت به چه معناست. کشور ایتالیا از دیرباز فعالیت زیادی رو در امور مرمتی با مجموعه تخت جمشید داشته. از سال 1343 شمسی که اولین گروه ایتالیایی وارد مجموعه تخت جمشید شد، به مدت 14 سال گروه ایزنو فعالیت مرمت‌های مختلف بخش‌های تخت جمشید را انجام دادند.
چون سبک مرمت در اون زمان به گونه ای بود که مرمت آناستیلوس نامگذاری می شد و این سبک از مرمت مرمتی بود که تکه های سنگ رو بر اساس پاریابی روی همدیگه می چیدن و ستون ها و بخش های مختلف بنا رو بازسازی می کردن. شاید به این دلیل که این روش منسوخ شد و نیاز به بازنگری مجدد داشت. پس از انقلاب همین روش توسط بسیاری از استادکارانی که در ایتالیا دوره دیده بودند در تخت جمشید ادامه پیدا کرد. اما به دلیل اینکه این روش روشی بود که بار بیش از حدی رو به بنا القا می‌کرد، به خاطر اینکه سنگ‌هایی که در زیر قرار می‌گرفتن امکان اینکه وزن بیشتری رو تحمل کنن به دلیل اینکه تاریخی بودن نبود، ترجیح داده شد که بازنگری بشه و سبک‌های جدیدی رو که در کل دنیا در حال کار هستند مجدداً بر روی اونها مطالعات انجام بشه. شاید اولین بار گروه ایتالیایی بودن که مجدد به مجموعه تخت جمشید اومدن به دعوت دولت و مطالعاتی رو توی این مجموعه شروع کردن. ببینید، لزوماً مرمت به معنی بازسازی نیست، یعنی اینکه ما فکر کنیم در شکل مرمت قرار این کاخ ها مجدد دوباره بازسازی بشه و به شکل اولیه در بیاد، نه، این اصلا همچین چیزی رو خارج از تصوره، به خاطر اینکه قوانین بین المللی هم این اجازه رو نمیدن. اما ما سبک‌های مرمتی داریم، مرمت حفاظتی داریم، مرمت توانبخشی داریم که این مرمت ها میتونن کمک بکنن به اجزای موجود بنا. به عنوان مثال، ما در مجموعه تخت جمشید در بسیاری از قسمت ها هنوز اجزا و ساختارهای معماری رو داریم و این اجزا باید حفظ بشن، این اجزا باید استحکام بخشی بشن. این اجزا به خاطر اینکه باربر هستن و وزن دارن و وزن خودشون رو بخش های پایین منتقل میکنن، باید مورد توجه قرار بگیرن. از طرفی گل سنگ ها توی مجموعه تخت جمشید که یکی از آسیب ها محسوب میشن، اینها باید در واقع براشون فکری بشه که درمان بشن. منظور از مرمت این نیست که ما حتما قصد بازسازی داشته باشیم. میتونیم مرمت یه بخشیش، یه بخش مهمیش حفظ بنا، حفاظت بنا و استحکام بخشی بنا محسوب میشه. مازیار کاظمی بود، باستانشناس و از مدیران پیشین فرهنگی میراث فرهنگی تخت جمشید. از محمد رضا شاه در سالهای پایان سلطنتش به عنوان ژاندارم خلیج فارس نام برده میشد. تغییر شرایط سیاسی در منطقه و تقویت توان نظامی ایران در پی افزایش درآمدهای نفتی به شاه امکان میداد تاثیرگذاری سیاست خارجی خود را افزایش دهد. خشایار جنیدی خبرنگار ما در گزارش میگوید افزایش استقلال عمل شاه و تقویت بنیه نظامی ایران نگرانی بعضی از همسایگان ایران و همینطور سیاستمداران غربی را به همراه داشت. فروردین 1348، مارس 1969، دیدار با ریچارد نیکسون که تازه در آمریکا به ریاست جمهوری رسیده بود. در حاشیه تشییع جنازه دوایت آیزنهاور از رؤسای جمهوری پیشین، دیداری رضایت بخش برای محمد رضا شاه پهلوی. شاه نیکسون را دوست موافق با سیاست‌های منطقه‌ای خود می‌دید. از 1965 هدف کاملا به گمان من روشن بود. میخواست ایران رو تبدیل به یه قدرتی بکنه که دیگران واقعا جرأت معارضه باش نکنند. شاه که در دو دهه نخست سلطنتش همواره نگران همسایه قدرتمند شمالی شوروی بود، از آمریکا و متحدان غربیش برای تقویت ارتش ایران کمک میگرفت، ولی حالا در موقعیتی قرار گرفته بود که میخواست قدرت برتر سیاسی و نظامی در منطقه باشد. در دهه آخر سلطنت شاه فقید یک چالش‌های جدیدی برای ایران پیش آمد و در این حال به علت بالا رفتن درآمد نفتی ایران یک به اصطلاح فرصت‌هایی هم برای ایران پیش آمد که در واقع میشه گفتش که یک تحولی در سیاست خارجی ایران ایجاد کرد. برنامه بریتانیا برای خروج از خلیج فارس در سال 1971
و اعطای استقلال به شیخ نشین‌های ساحل جنوبی آن در کنار خصومت مصر تحت حکومت جمال عبدالناصر و تنش‌های مرزی با عراق، ایران را در موقعیتی ویژه قرار می‌داد. شاه از 1965، یعنی 4 سال قبل از اینکه نیکسون سر کار بیاد، به محض اینکه شاه میفهمه انگلیس داره از منطقه خارج میشه، شروع میکنه به آمریکا و انگلیس گفتن که ما باید قدرت نظامی فائق اینجا باشیم و ما میتونیم امنیت اینجا رو تضمین بکنیم و شما دیگه نگران اینجا نباید باشید. جان اف کندی، رئیس جمهوری آمریکا، با همه خواسته های تسلیحاتی شاه موافق نبود. او بر توسعه اقتصادی برای مقابله با نفوذ کمونیسم در ایران تاکید داشت، ولی شاه ثبات را در سایه اقتدار نظامی می‌دید. اما ریچارد نیکسون که توان نظامی آمریکا را گرفتار در جنگ ویتنام می‌دید، ترجیح می‌داد با تجهیز ارتش ایران تأمین امنیت خلیج فارس را به شاه بسپارد. اصطلاح ژاندارم خلیج فارس رو اتحاد شوروی برای اولین بار گفت و بعد دیگه البته همه این رو قبول کردن. افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی کار را برای ایران راحت می‌کرد. ایران در فاصله سال‌های 1973 تا 76، یعنی بین سال‌های 1352 تا 55، بیشتر از 8 میلیارد دلار برای خرید بهترین تجهیزات نظامی از آمریکا هزینه کرد. این رقم در 8 سال قبل از آن کمتر از 4 میلیارد دلار بود. در منطقه تنها ارتش‌های اسرائیل و هند توان رقابت را با ارتش شاهنشاهی داشتند. اما همزمان با پررنگ‌تر شدن نقش منطقه ایران و نقش آفرینی شاه در افزایش بهای نفت، نارضایتی در غرب از او افزایش می‌یافت. در زمستان 1355 1977 رئیس جمهوری جدیدی وارد کاخ سفید شد که خواهان کاهش فروش خارجی تسلیحات بود. جیمی کارتر در عمل موفق به این کار نشد، اما در کل شرایط برای شاه در حال تغییر بود. بعد از 75 دوباره بحران اقتصادی که شروع میشه و بیماری خودش که شروع میشه و کارتر که میاد و موج تظاهرات که بالا میگیره، دوباره شاه تبدیل میشه به شاه همون 1945-51 که نظر انگلیس و آمریکا رو در کوچکترین مسائل جویا میشه قبل از اینکه تصمیمی بگیره. شاه در مصاحبه ای کشورهای کوچکتر منطقه را به خاطر بلند پروازی هایشان به دون کیشوت تشبیه کرده بود. سرنگونی او به این کشورها فرصت رشد داد و زرادخانه عظیم خریداری شده از غرب هم صرف دفاع در برابر کشوری شد که شاه از مدت‌ها قبل بزرگترین خطر امنیتی برای ایران ارزیابی کرده بود. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. در بریتانیا یک سازه هنری به بازدید کنندگان این امکان را می‌دهد که کیفیت و میزان آلودگی هوای 5 شهر بزرگ جهان را تجربه کنند. بازدید کنندگان با عبور از این دالان‌ها که با هم مرتبط هستند، می‌توانند هوای لندن، ساو پائولو، پکن، دهلی و تاترا در نروژ را تجربه کنند. مایک اب، خبرنگار بی بی سی، با مایکل پینسکی، سازنده این اثر، گفتگو کرد. اگر در پاییز به جزیره برانسی سفر کنید، معمولاً انتظار هوایی تازه دارید و اگر خوششانس باشید چیزهای جالبی هم خواهید دید. اما بازدید کنندگان امروز با یک شگفتی روبرو می شوند. دو سازمان هنری هماهنگ کردند که این سازه هنری مایکل پینسکی به مدت 5 روز در بریتانیا به نمایش در بیاید. هر کدام از این دالان‌ها کیفیت هوا، بو و دمای یک شهر را بازسازی می‌کند و خطری برای مردم ندارد. این اولین دالانه؟ بله، ما در تانترا هستیم که در نروژ قرار داره. تمیزترین هوای جهان رو داره.
اینجا برای فیلتر کردن هوای براونسی از 5 فیلتر استفاده می‌کنیم. حالا تو لندن هستیم. بوی گازوئیل و قیر رو حس می‌کنید. انگار تو لندن راه میری و اتوبوس از کنارت رد میشه. آره. واو. اینجا خیلی متفاوته. حالا توی دهلی نو هستیم و اینجا پر از دوده و بوی سوختن مواد شیمیایی و سمی رو حس میکنید و همینطور کود حیوانی رو. از همون اول چشم‌ها رو می‌سوزونه و جلوی چشمامون دود و مه هست. چند تا رادیاتور و یه ماشین تولید دود اینجا داریم. ماه گذشته رهبران جهان در اجلاس آب و هوایی از این دالان‌ها بازدید کردند. امروز نوبت دانش آموزانی از شهر پول است. اولیش خوب بود، بوی درخت کاج میداد، اما بعد رفتیم توی یکیش که اینطوری بود. بوی یکیش خیلی بد بود، مردم باید یه کاری در موردش میکردن. بوی بعضی هاشون خیلی وحشتناک بود، بوشون بده و ممکنه به مردم صدمه بزنه، باید هواشون رو تمیز کنیم. سازمان دهندگان این نمایشگاه امیدوارند این سازه بتواند دید ما را در مورد تغییرات آب و هوایی تغییر بدهد. مایک اپس، بی بی سی ساوت تودی، براونسی آیلندز. پژوهشگران به شواهدی دست پیدا کردند که نشان می‌دهد بازیکنان پیشین فوتبال حرفه‌ای 3.5 بیشتر از افراد دیگر از افراد همسن خود در معرض خطر مرگ بر اثر زوال عقل هستند. محققان دانشگاه گلاسکو درباره ارتباط بین سر زدن در فوتبال آسیب مغزی کندوکاو کردند. انگیزه تحقیق آنها پرونده مربوط به جف استل، مهاجم پیشین فوتبال انگلیس بوده. خانواده او میگویند او به دلیل آسیب‌های مغزی ناشی از دوران فوتبالش درگذشته. هیوپم دبیر سرویس سلامت و بهداشت بی بی سی گزارش می‌دهد. سر زدن یا هد زدن همیشه بخشی از ورزش فوتبال بوده، ولی این کار برای سلامت بازیکنان فوتبال درست است یا نه؟ بر اساس یافته‌های پژوهشی جدید، بازیکنان متولد نیم قرن پیش یا قبل از آن نسبت به عموم مردم بیشتر در معرض خطر مرگ در اثر بیماری زوال عقل هستند. البته این پژوهش دلیلش را به طور دقیق بیان نمی‌کند. چند بار دیدید که دو تا بازیکن برای زدن توپ بلند میشن و نتیجه تلاششون خوردن سراشون به هم و آسیب به سرشون شده. این خطریه که وجود داره و ما میخوایم حداقل یه تغییر کوچیک انجام بشه و خطر آسیب به سر و آسیب مغزی رو کاهش بدیم. این شاید بتونه در دراز مدت وضعیت رو بهتر کنه. جف استل دچار زوال عقل شد و 17 سال پیش در سن 59 سالگی درگذشت. پزشک قانونی حکم داده که سر زدن عامل مرگش بوده. از آن زمان همسر و دخترش کارزاری را برای پژوهش بیشتر در این زمینه راه انداختند و از اینکه اینقدر این پژوهش طول کشیده سرخورده هستند. اون حکم پزشکی قانونی نقطه عطفی بوده. اگه در هر صنف دیگه ای بود زلزله برای فشار به اون صنعت را می افتاد، ولی در فوتبال اینجوری نیست. در ورزشگاه ومبلی لندن از مدیر امور پزشکی فدراسیون فوتبال انگلستان پرسیدم چرا این پژوهش زودتر شروع نشده. نمیتونم درباره تاریخچه این کار صحبت کنم. من 3 ساله با فدراسیون فوتبال کار میکنم و توی این مدت چیزی جز اشتیاق برای به نتیجه رسیدن این پژوهش در بین همکارانم ندیدم. فدراسیون فوتبال میگه که این مسئله‌ایه که باید در سطح بازی‌های جهانی دربارش بحث بشه و پژوهش بیشتری لازمه. ولی طرفداران و بازیکنان انتظار دارن که مسئولان در اینجا سررشته کارو دستشون بگیرن. فدراسیون فوتبال که هزینه پژوهش جدید را فراهم کرده اشاره کرده که بر اساس یافته‌هایش فوتبالیست‌های حرفه‌ای پیشین کمتر از افراد دیگر به دلیل سرطان ریه و بیماری‌های قلبی و عروقی جانشان را از دست می‌دهند، ولی حالا می‌گوید باید تمرین سرزنی کودکان محدودتر شود و احساس می‌شود این گزارش زنگ هشداری باشد برای فوتبال. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.